ناهید سروستانی پرشون، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد با سابقه 15 سال کار و فعالیت در این کشور، به خاطر مستندهای اجتماعی تکون‌دهنده خودش از جمله ملکه و من، روسپیگری زیر حجاب و 4 زن و 1 مرد شناخته شده که برای برخی از اونها جوایز معتبر بین‌المللی هم دریافت کرده. ناهید پرشون اول ناهید اکبرپور بوده، بعد پشتش هم سروستانی هست میشه، ناهید اکبرپور سروستانی. ناهید که از آغاز کار تا به امروز بیشتر از 25 فیلم مستند کوتاه و بلند ساخته، توضیح میده که چگونه از بعد ورود به سوئد جذب حرفه پرچالش مستندسازی شد. من خب تو ایران که بودم خبرنگار روزنامه بودم، روزنامه خبر توی شیراز، یه مقدار تجربه داشتم از این کار. بعد دوست داشتم وقتی اومدم سوئد به کارم ادامه بدم، منتها انقدر زبان سوئدی سخت بود که خب چجوری آدم میتونه به همون شکلی که به فارسی مینویسه توی روزنامه بتونه به سوئدی بنویسه. به خاطر هم تصمیم گرفتم خب یه کاری کنم که زیاد به زبان احتیاج نداشته باشه. بعد تصمیم گرفتم با تصاویر اون چیزی رو که میخوام نشون بدم و تعریف کنم. فیلم های ناهید عمدتاً حول مسائل اجتماعی به ویژه دردها و معضلات جامعه ایرانه که پذیرش و درک اون طبعاً برای بعضی از ایرانی ها دشواره. برای خود من با ارزش‌ترین فیلمم همون هست، روسپیگری پشت حجاب، برای که خیلی چی بهش میگن فیلمی هست که اصلا واقعیت رو نشون میده، اصلا هیچ چیزی نیست که بخوای بگی ساخته به طرف گفتی نمیدونم راه برو ازت فیلم بگیرم. یعنی اینقدر اتفاقات تو این فیلم میافتاد که بعضیاش تازه اصلا من برداشتم بعضی قسمت ها که به نظر میاد که نکنه اینقدر قوی هست اون سن که آدم اصلا باورش نمیشه. ناهید درباره برخورد مخالفین و منتقدین فیلمش میگه عکس العمل خیلی مثبت زیاد بوده مسلماً، ولی خب عکس العمل منفی این بوده که چرا از جاهای قشنگ ایران فیلم نگرفتی، چرا نمیدونم همه اینجوری بدبخت نیستن که حالا تو خارج فکر میکنن که ما هم اگه ایران بودیم روسپی شده بودیم. یعنی چیزایی هست که به نظر من جوابی براش ندارم اصلا بدم. من فیلمساز چیز برای توریستا رفتم فیلم بسازم، نه اینکه من اون مسئله که دیدم و برای خودم مهم بود و جالب بود فیلم گرفتم. متاسفانه واقعیت ایران این هست. اتفاقا بهشونم میگم کسایی که خب همچی انتقاد دارن که چرا یه روشنایی نمیدونم ایران و خوبی های ایران و ما خیلی ثروتمند هستیم فلان هستیم، خب برن اونا این فیلم رو بسازن. فیلم ملکه و من که در سال 2008 منتشر شد، مواجهه ناهید با ملکه پیشین ایران رو به تصویر میکشه. شخصیتی که ناهید زمانی به عنوان یک فعال کمونیست جوان برای واژگونی حکومت سلطنتی ایران با او و همسرش شاه ایران مبارزه میکرده. وقت داشتم ادیت میکردم همش تو این فکر بودم که خب دوستای کمونیست من چی میگن. بعد جمهور اسلامی نمیخوام یه فیلمی باشه که برای جمهور اسلامی خوب باشه، به خاطر که برای همین خیلی سخت بود، چون خب من که شاهی نبودم جمهور اسلامی هم نبودم، بعد باید یه چیزی بسازم که خوب باشه. عکس العملا بعد از که فیلم تموم شد، عکس العملا توی فستیوالا این بود که بعضی خب خیلی دوست داشتن، اکثرا خب 90% خیلی خوششون اومد، ولی خب بعضی رویالیستان بودن، شاهیا بودن که اومدن خیلی با گریه زنی میکرد که تو چرا به ملکه نگفتی ملکه، چرا گفتی تو، آخه نمیتونی بگی تو آخه چرا، این ملکه ما بوده، که اصلا من برام عجیبه. نشستین دارم براتونم قرآن میخونم. هشتونی نیست های رد بار اومد، یکی از اینا برداره من بود. امروز ناهید روی مستند بعدی خودش کار میکنه که ویتنسز یا شاهدان نام داره. این فیلم سرگذشت دوستها و همحزبی‌های پیشین ناهید در دوران بعد از انقلاب اسلامی رو به تصویر می‌کشه که همگی توسط دولت جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده بودند. بعضی از اونا از جمله رستم برادر 17 ساله ناهید در زندان اعدام شدند. ناهید در بیوگرافی جدیدی که با عنوان همیشه در قلب منی به زبان سوئدی منتشر کرده، خاطرات زندگی خودش رو به تصویر کشیده و امیدواره بتونه بعد از اتمام پروژه فعلیش اولین فیلم داستانی خودش رو جلوی دوربین ببره. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.